در این جلسه با تحلیل و توضیح نمودارهای مکان زمان، سرعت زمان و شتاب زمان و ارائه کلیه نکات مربوطه به توضیح و تحلیل نمودارها در خدمت شما هستیم. امیدوارم در آخر این جلسه بتونید به تست‌های این مبحث که مبحث بسیار مهمی تحلیل نمودارها در حرکت شناسی تسلط کافی داشته باشید. بچه‌ها دقت کنید که تحلیل نمودارهای حرکت خیلی مهمه در این فصل. یعنی اگر شما تسلط کافی در تحلیل و توضیح نمودارهای حرکت شناسی رو داشته باشین، مطمئن باشین خیلی از تست ها رو به راحتی و در حداقل زمان ممکن پاسخگو خواهید بود. من ابتدا برم روی نمودار مکان زمان و نکات مربوطه به تحلیل و توضیح در نمودارهای مکان زمان. دقت کنید نمودار مکان زمان متحرکی رو داریم به این شکل. بچه ها از روی این نمودار از ما چه خواسته هایی میتونن داشته باشند؟ ممکنه بگه در چه بازی زمانی بردار مکان متحرک در جهت مثبت محور ایکس هاست؟ در چه بازی زمانی بردار مکان متحرک در جهت مثبت محور ایکس هاست؟ در چه بازی زمانی بردار مکان متحرک در جهت منفی محور ایکس هاست؟ ممکنه بگه در چه بازی زمانی متحرک در خلاف جهت محور ایکس ها حرکت کرده؟ در چه بازی زمانی متحرک در جهت مثبت محور ایکس ها حرکت کرده؟ در چه لحظه های متحرک متوقف شده؟ در چه لحظه های تغییر جهت داده؟ در چه بازی زمانی بردار شتاب متحرک در جهت مثبت محور ایکس هاست؟ در چه بازی زمانی در خلاف جهت مثبت محور ایکس هاست؟ در چه بازی زمانی نوع حرکت تند شونده است؟ نوع حرکت در کدام بازی زمانی کند شونده است؟ همه اینها میتونه از روی این نمودار مکان زمان به عنوان تست مطرح بشه. خب قبل این که ببین، دقت کن بردار مکان این نمودار مکان زمانه. از روی نمودار کاملا قابل مشاهده است که در بازی زمانی 0 تا T2 مکان متحرک مثبت بوده، یعنی بردار مکان متحرک در جهت مثبت محور ایکس ها بوده. از T2 تا T4 مکان متحرک منفی است، یعنی بردار مکان متحرک در جهت منفی محور ایکس ها بوده. یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه و در حقیقت بازی با کلمات اینجا بهت بگم، اولین نکته اینه که دقت کن متحرک در جهت منفی محور ایکس ها باشد. خیلی مهمه. گفته مثلا چند ثانیه متحرک در جهت منفی محور ایکس هاست. متحرک در جهت منفی محور ایکس ها باشد، شرطش اینه که ایکسش منفی بشه. متحرک در جهت منفی محور ایکس هاست، پس ایکسش چیه؟ منفیه. دومین نکته اینه که متحرک در خلاف جهت مثبت محور ایکس هاست، در خلاف جهت مثبت محور ایکس ها در حرکت باشد. این به چه معنیه بچه ها؟ دقت کن. یعنی این به معنی سرعتش مثبته یا منفی؟ سرعتش منفیه. گفته متحرک در خلاف جهت مثبت محور ایکس ها در حرکت باشه. اینجا گفته متحرک در مکان منفی محور ایکس هاست. در مکان منفی محور ایکس هاست یعنی ایکسش منفیه. در خلاف جهت مثبت محور ایکس ها حرکت کنه یعنی سرعتش منفیه. در خلاف جهت محور حرکت کرده. به این دوتا مطلب خیلی دقت کنید، در تست ها مطلب خوبیه. خب
بریم تحلیل این نمودار مکان زمان رو داشته باشیم. ببینید بچه ها، من در اینجا یه خطی میکشم، یه شیب مماسی میکشم، این شیب به من چی رو نشون میده؟ حفظ نکن اینها رو، قشنگ مفهومی یاد بگیر. ببین شیب مماس اسمش مشتقه، شیب مماس اسمش مشتقه، مشتقه مکان میشه سرعت، پس این سرعت رو به ما نشون میده. پس سرعت در اینجا چون سعودیه سرعت مثبته، اینجا سرعت پس چی شد؟ منفی. همه شیب ها سرعت رو به ما نشون میده، اینجا سرعت چیه؟ صفره. پس جالبه یه تغییر جهتی هم در اینجا دارم، سرعت صفر شد، لحظه توقف علامت سرعت هم عوض میشه، پس تیسه لحظه تغییر جهته. در اینجا هم سرعت چیه؟ صفر. اینجا سرعت منفیه، اینجا سرعت چیه؟ مثبته. دقت کن، خط صعودی، اینجا خطمون نزولیه و اینجا خطمون صافه، شیبش صفره، پس سرعت صفره. پس در چه لحظه هایی توقف کرده؟ میگی تیدکو تیسه توقف، شرط توقف فقط اینه که سرعتش صفر باشه. در چه لحظه هایی تغییر جهت داده؟ میگی باز هم تیدکو تیسه. ببینید اینجا هم تغییر جهت دادم، سرعت از مثبت شده منفی، یعنی متحرک میرفته در جهت مثبت محور X، یه لحظه سرعتش رو صفر کرده، دوباره برگشته در خلاف جهت محور X. اینجا متحرک در خلاف جهت محور X میرفته، ببینید در خلاف جهت محور X میرفته، سرعتش صفر کرده، دوباره در جهت محور حرکت کرده. پس اینها میشن لحظه تغییر جهت. دقت کن، پس هم لحظه توقف هم لحظه تغییر جهت، پس لحظه تغییر جهت، این هم لحظه تغییر جهت، این هم تغییر جهت، هم توقف هم تغییر جهت. خب میگن در چه بازی زمانی شتاب متحرک در جهت مثبت محور ایکس هاست؟ شتاب در جهت مثبت محور ایکس ها یعنی چی؟ یعنی شتاب مثبت. شتاب در جهت منفی محور ایکس ها، شتاب در خلاف جهت محور ایکس هاست، یعنی شتاب منفیه. خب ببینید، من میبینم ایکس نمودار مکان زمانی، سرعت رو پیدا کردم، شیب یا مشتقش. الان میگم شتاب چجوریه؟ یادم میفته من گفتم شتاب مشتق دوم مکان نسبت به زمانه. ببینید شتاب مشتق اول سرعت نسبت به زمان یا مشتق دوم مکان نسبت به زمان بود، در جلسه دوم خدمت شما عرض کردم. در اینجا به دی بر دی تی میگیم، در اینجا به دی بر دی تی میگیم شیب مماس یا مشتق اول، به دی دو به دی تی دو میگیم مشتق دوم یا تقعر یا گودی، تقعر یا همون چی؟ گودی. پس گودی مکان به من علامت شتاب رو میده. دقت کن، گودی مکان به من علامت شتاب رو میده. از صفر تا تی دو گودی نمودار رو به پایینه، پس از صفر تا تی دو کلن شتابمون منفیه، از صفر تا تی دو کلن شتاب منفیه، از تی دو تا تی چهار گودی رو به بالاست. ببینید منحنی گودیش رو به بالاست، شتاب چیه؟ مثبت. شتاب در جهت مثبت محور ایکس هاست، درسته؟ در چه لحظه شتاب تغییر جهت داده؟ اینجا دقت کنید، در لحظه تی دو اینجا قودی رو به پایین بوده، اینجا تقعر عوض شد، تقعر عوض شد رو به بالا. در لحظه تی دو هم یادت باشه شتاب مساوی صفره، یا براینده نیروهای وارد به متحرک گفتن در کدام لحظه صفره، میگی لحظه تی دو. پس طبق قانون دوم نیوتن میدونی که F مساوی MA، زمانی برای نیروهای وارد بر متحرک صفر میشه که شتابش صفر بشه. در لحظه تی دو تقعر عوض شد و شتاب صفره، برای نیروها هم صفره. خب تحلیلی که روی این نمودار دارم برای خیلی مهمه، میگن در چه بازه های زمانی
نوع حرکت متحرک تند شونده و در چه بازه‌های زمانی نوع حرکت متحرک کند شونده است. دقت کن، تند شونده، کند شونده. یک روش معمولی که میدونیم اونه که آو مثبت باشه، حاصل ضرب آوی مثبت باشه، تند شونده منفی باشه، کند شونده. از صفر تا تیش دقت کن، شتاب منفی، سرعت مثبت. شتاب منفی، سرعت مثبت، یعنی از صفر تا تی یک نوع حرکت میشه کند شونده. منفی در مثبت میشه منفی. از تی یک تا تی دو منفی در منفی، آوی مثبت میشه تند شونده. از صفر تا تی کند، از تی یک تا تی دو تند، از تی دو تا تی سه میشه کند شونده، مثبت در منفی، مثبت در منفی میشه منفی، از تی سه تا تی چهار میشه تند شونده. ولی یه چیزی در مورد حرکت تند شونده و کند شونده در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که در نمودارهای مکان زمان قبل از نقاط اکسترموم، قبل از نقاط ماکسیموم یا مینیموم نوع حرکت میشه کند، بعد از نقاط ماکسیموم یا مینیموم نوع حرکت میشه تند شونده. ماکسیموم قبلش میشه کند، بعدش میشه تند. دلیل علمیش، دلیل توجیه کنی، میگی اومده سرعتش صفر شده، کند، از سرعت صفر شروع به حرکت کرده، تند رفته سرعتش صفر شده، کند شونده از اینجا رفته از سرعت صفر شروع به حرکت کرده میشه تند شونده. پس ببینید قبل از ماکسیموم و قبل از مینیموم کند، بعد این نقاط میشه حرکت تند شونده. خیلی خیلی مهمه این نمودار توجیهش و این دوتا نکتهی هم که گفتم بازی با کلماته خیلی مهمه. و اینجا یه نکتهی هم خدمت شما عرض کنم که نکته باز هم نکته مهمیه. میگیم سرعت، بچه ها، سرعت در یک حالت منفیه، اونم این که متحرک در خلاف جهت محور حرکت کنه، ولی شتاب در دو حالت منفیه. این خیلی مهمه. پس سرعت در یک حالت منفیه، سرعت در حالتی منفیست که متحرک در خلاف جهت محور حرکت کنه. بالا هم گفتم متحرک در خلاف جهت مثبت محور حرکت کنه، سرعتش منفی. ولی این خیلی مهمه که بگیم شتاب در چند حالت منفیست. باید بگی شتاب در دو حالت منفیست. دقت کن، شتاب در دو حالت منفیست. یکی این که شتاب در دو حالت منفیست، یکی این که حرکت در خلاف جهت محور x، حرکت در خلاف جهت محور x. دوم این که، دومی مطلبی که شتاب ممکنه منفی بشه، ممکن حرکت در خلاف نباشه، سرعت متحرک. میگی سرعت متحرک، متحرک کاهش یابد، سرعت متحرک کاهش یابد. پس باز هم تاکید میکنم شتاب در دو حالت منفی است، یکی اینکه متحرک در خلاف جهت محور حرکت کنه، یکی اینکه سرعت متحرک کاهش یابد. دقت کنید در این نمودار شتاب منفیه. اینجا چرا شتاب منفیه؟ متحرک که در جهت محور حرکت کرده با این تناقض داره. پس چجوری میشه شتاب منفی بشه؟ اون وقت میگی سرعتش در حال کاهشه. ببینید سرعتش رفته کم شده، پس شتاب چیه؟ منفیه. تو این بازی زمانی تی یک تا تی دو چرا شتاب منفیه؟ میگیم اینجا با اینکه سرعت، ببین، با اینکه سرعت رفته بیشتر میشه، با اینکه سرعت از صفر شروع، با اینکه سرعت کاهش نمییابه، ولی این عاملش باعث شده حرکت در خلاف جهت محوره. یکی از این عامل ها باشه، مسلماً شتاب چیه؟ منفیه. و بحث بسیار بسیار مهمیه. امیدوارم این تحلیل در مورد نمودار مکان زمان رو خوب یاد گرفته باشید. باز هم تاکید میکنم قبل از نقاط ماکسیموم و مینیموم نوع حرکت میشه کند شونده، پس از نقاط ماکسیموم و مینیموم نوع حرکت میشه تند شونده. گودی یا تقعر نمودارهای مکان زمان به ما شتاب رو میده. شیب مماس یا مشتق یا همون شیب مماس نمودار مکان زمان به ما سرعت رو میده. پس امیدوارم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بریم تخته بعدی، تحلیل نمودارهای سرعت زمان رو در خدمت شما باشیم.
با نمودار سرعت زمانی که داریم دقت کنید. مثل شکل قبل من دوتاشو به یک شکل کشیدم تا کاملا تفاوت این دوتا نمودار رو بدونیم و با هم مقایسهش کنیم با نمودار مکان زمان قبلی. خب بچه ها دیگه ما تحلیلمون روی نمودار سرعت زمان کلن فرق میکنه با نمودار مکان زمان. من الان میام میبینم در لحظه صفر تی مساوی صفر سرعت صفره، بعد سرعت اضافه شده رفته صفر، از سرعت کم شده از لحاظ قدر مطلق، از لحاظ اندازه میگم، ما سرعت از لحاظ اندازه بیشتر شده، از لحاظ اندازه کمتر شده، باز هم رسیده به صفر، در اینجا باز هم سرعت صفره، باز هم از نظر قدر مطلق سرعت بیشتر شده، سپس اومده سرعت کمتر شده تا رسیده دوباره به صفر. در اینجا سرعت چیه بچه ها دقت کن، در اینجا سرعتمون چیه؟ صفره. در اینجا سرعت باز هم چیه؟ صفر. در مبدأ زمان هم سرعت اولیش صفر بوده، پس سرعت اولیش که وی صفره میشه صفر. خب اینها لحظه توقف حساب میشند، ولی در بین اینها فقط در یک لحظه تغییر جهت داده، اونم لحظه تی دوه. دقت کنید اینجا تغییر جهت نداریم، درسته سرعت صفر شده ولی تغییر علامت نداده. قبل این سرعت منفی، اینجا زیر محور سرعت ها منفی، بالای محور سرعت ها مثبت. قبل این که سرعت اینجا صفر بشه، قبلش سرعت منفیه، ولی دیگه بعدش سرعت مثبت نشد. شما فرض کنید اگه یه مقدار هم میرفت بالا میشه تغییر جهت. پس اینجا توقفه، اینجا هم توقفه. پس از تی مساوی صفر فرضاً بررسی میکنم، خود این رو بررسی نمیکنم. این پس لحظه تغییر جهت هم میباشه، هم لحظه توقف هم لحظه تغییر جهت. گفتم خدمتتون علامت سرعت عوض شده. ببینید قبل از تی دو سرعت مثبت بوده، توی تی دو سرعت شده صفر، بعد تی دو سرعت شده منفی، علامت سرعت هم در اینجا عوض شده و خیلی مهمه. خب من باز هم خدمت شما عرض کنم، یه خطی کشیدم، حالا نمیدونم این چیه. ببینید یه خطی اینجا کشیدم، خب برای اینکه بدونم این شیب چیو به من نشون میده، میگی شیب همون مشتقه، مشتقه سرعت میشه شتاب، پس مشتقه سرعت میشه شتاب، اینجا شتابه، پس شتاب اینجا چیه؟ منفیه، اینجا شتاب صفره، اینجا شتاب مثبته. اگر دقت کنید در نمودار مکان زمان قودی نمودار به ما علامت شتاب رو میده، ولی دقت کنید نمودار سرعت زمانه. خب باز هم از تی 3 تا تی 4 شتاب مثبته، یعنی در جهت مثبت محور ایکس هاست. تی 3 باز هم شتاب صفر شده، از تی 2 تا تی 3 شتاب چیه؟ اینجا منفیه. خب علامت های شتاب را هم کلن متوجه شدیم چیه. من گفتم یه خطی بکش، بگو اون خط مشتقه، اسمش مشتقه، مشتقه سرعت میشه شتاب. اگه مکان بود میگفتیم مشتقه مکان میشد سرعت، ولی اینجا سرعت، میگی مشتق سرعت میشه شتاب، چون نزولی شتاب منفیه، اینجا چون صعودی شتاب مثبته، اینجا خط افقی شتابش چیه؟ صفره. این خیلی خیلی مهمه. در کدام لحظه ها برآیند نیروهای وارد بر متحرک صفر شده؟ میگی در لحظه های تی 1 و تی 3. در کدام بازه زمانی متحرک در سوی مثبت محور ایکس حرکت کرده؟ متحرک در جهت محور حرکت کرده. متحرک در جهت محور حرکت کنه یعنی سرعتش مثبته. میگی در بازه زمانی 0 تا تی 2 کلا سرعت مثبته. در بازه زمانی تی 2 تا تی 4 کلا سرعت منفیه. چرا؟ چون نمودار زیر محور تیه. دقت کنین، هم مطلب بسیار مهمیه. یه مطلب بعدی که باز هم مهمه اینجا خدمتتون عرض کنم، نوع حرکت از لحاظ تند شونده و کند شونده است. نوع حرکت از لحاظ تند شونده، کند شونده. من گفتیم در طبق نکته قبل بهت گفتیم که
در نمودارهای سرعت زمان هرگاه از محور زمان دور بشم، ببینید محور زمان هر وقت دور بشم نوع حرکت میشه تند، هرگاه به محور زمان نزدیک بشم میشه کند. ببین از 0 تا 1 دور شدم تند، نزدیک شدم کند، دور شدم تند، نزدیک شدم دور شدم تند، نزدیک شدم کند. این یه توجیه، ولی یه توجیهی که کاملا قابل فهمه. بچه ها دقت کنید، از 0 تا 1 شما مگه اینجا سرعت 0 نیست؟ درسته؟ از سرعت 0 که بخوای حرکت کنی حرکت میشه تند شونده. پس این بازه میشه تند شونده. اینجا میاد سرعت 0 بشه، ببین میاد سرعت 0 بشه، حتما این بازه بازه زمانی است که نوع حرکت در اینجا کند شونده است. از سرعت 0 شروع کن تند شونده، به 0 برس کند شونده. پس هر وقت از 0 شروع کردی رفتی میشه تند، فرقی نمی کنه. هم در نمودارهای مکان زمان هم در نمودارهای سرعت زمان سرعت 0 تو پیدا کن. در چه نقاطی سرعت 0؟ از سرعت 0 که شروع به حرکت کردی میشه تند، به سرعت 0 که میخوای نزدیک بشی میشه کند شونده. این نکته بسیار بسیار مهمیه. خب سطح زیر نمودار سرعت زمان به ما چی رو نشون میده؟ ببین دقت کنید، سطح زیر نمودار سرعت زمان به ما جابجایی رو نشون میده. گفتیم واحد این رو به واحد این ضرب کنی، ثانیه با ثانیه ساده میشه، میمونه در نهایت متر. سطح زیر نمودارش به ما گفتیم که سرعت، سطح زیر نمودارش به ما جابجایی رو میده. یه بار در کنکور سراسری این سوال بود، دقت کنید، در کنکور سراسری چند سال پیش سوال بود، فرزن اینجا رو بگیر مثبت 10، اینجا رو بگیر منفی 10، از تیه 1 تا تیه 3، از تیه 1 تا تیه 3 از ما هم سرعت متوسط رو خواسته بود، هم شتاب متوسط. ببینید مشکل ما بچه ها اینه که قبل این که خواسته سوال رو بدونیم مستقیم بیدیم سر نمودار، نموداری که توی تستا میدن، قبل اینکه بدونیم سوال اصلا از ما چی میخواد میریم مستقیم سر نمودار و تایممون هم از دستمون میره. مطلبی که من میگم خدمتون اینه که شما اول باید خواسته سوال رو بدونید چیه، چه اطلاعاتی رو به شما دادن، چه چیزهایی مجهوله. برین اون مجهولها رو از نمودار بردارین بیارین جایگذاری کنین. مثلا ممکنه بگن سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی T1 تا T3 چقدره؟ اینم بدن فرضاً 1 ثانیه، اینم بدن مثلا 4 ثانیه. خب میگی چی؟ سرعت متوسط میشه دلتای ایکس بر دلتای تی. دقت کن، دلتا ایکس بر دلتا تی در بازی زمانی تی یک تا تی سه میشه تی سه منهای چی؟ تی یک. ولی جا به جایی چیه؟ اصلا کلمه‌ای به عنوان ایکس نمیبینم. پس حتما یه نکته‌ای هست. پس سطح زیر نمودار به من جا به جایی رو میده. دقت کن، سطح زیر نمودار به من جا به جایی رو میده. پس میگیم سطح زیر نمودار سرعت زمان همون جا به جاییه. ولی در اینجا دقت کن بچه ها، در اینجا جا به جایی این قسمت با جا به جایی این قسمت دقیقا قرینه همند. مساحت این قسمت هرچی باشه با مساحت این قسمت برابره، ولی قرینه هم. این زیر نمودار، این بالای نمودار. پس در حقیقت مساحت همون میشه 0. 0 هم تقسیم برای هر بازه زمانی میشه چی؟ 0. دقت کنید، 0 تقسیم برای هر بازه زمانی میشه 0. پس سرعت متوسط از T1 تا T3 میشه 0. ممکنه شتاب متوسط رو خواسته بودن. شتاب متوسط هم گفتیم دلتای V بر دلتای T، درسته؟ دلتای T هم T3 منهای T1. فرزن اینو 1 بگیریم، اینو مثلا 0 1 2 3 بگیر، اینو 1 بگیرم، اینو 3 بگیرم، میشه دلتا تی تی 3 منهای تی 2 به وی سی منهای وی 2، وی 3 منهای وی 2. خب وی 3 چقدر بوده؟ منفی 10. منهای وی 2 چقدر بوده؟ سرعت در تی یک ببخش تی یک و در تی یک سرعت چقدر بوده؟ 10. به تی سه منهایی گفتیم، اینو 1 ثانیه در نظر بگیر، این ثانیه دوم در نظر بگیر، اینو ثانیه فرضاً سوم در نظر بگیر، میشه 3 منهای 1 میشه منفی 22، این هم میشه منفی 10 متر بر
مجذور ثانیه که در یکی از تست‌های چند سال اخیر اومده بود. پس من در اینجا ممکن یه سوالی هم خدمت شما عرض کنم. اینجا ممکنه بگن در چه بازی زمانی متحرک در خلاف جهت محور X حرکت کرده؟ خلاف جهت محور X یعنی چی؟ خلاف جهت محور X یعنی اینکه سرعتش منفی باشه از T2 تا T4. در چه بازی زمانی شتاب در خلاف جهت مثبت محور X هست؟ یعنی شتاب منفیه. در چه بازی زمانی شتاب منفی؟ اون وقت باید بگی از T1 تا T3. ببینید از T1 تا T3 کلا شتابمون منفیه. این هم تحلیل نمودار سرعت زمان. با یک تحلیل دیگری از نمودار شتاب زمان میخوام مطلب رو به پایان برسونم که امیدوارم این بحث هم مورد توجهتون قرار بگیره. اون هم اینه که ببینید بچه ها در چند سال اخیر نمودار شتاب زمان خیلی مورد توجه طراحان عزیز قرار گرفته. نمودار شتاب زمان رو داریم. فرض کنید متحرکی به مدت فرضاً 5 ثانیه با شتاب مثلا 4 رفته، بعد 5 ثانیه با شتاب منفی 2 رسیده به 8 ثانیه. خب من میخوام اینو تحلیل کنم. تحلیل این نمودارها به چه صورتیه؟ یه تکنیکی اینجا بهت میگم به عنوان تحت عنوان تکنیک فلش. تکنیک فلش، این تکنیک فلش فقط تو نمودار شتاب زمان به کار میره. فرض کن سرعت اولیه رو به ما دادن، ده متر بر ثانیه. از ما میخوان سرعت متحرک در لحظه تی مساوی 8 چقدره. سرعت رو از ما میخوان، میگن سرعت در لحظه تی مساوی 8 چقدره. من چیکار کنم؟ یه روشش اینه که بچه ها سطح زیر نمودار سرعت زمان به ما تغییرات سرعت رو میده. سطح زیر نمودار سرعت زمان به ما تغییرات سرعت میده. یعنی اگر مساحتش رو حساب کنم میشه تغییرات سرعت. من میخوام سرعت در لحظه تی مساوی 5 رو حساب کنم. بعد این مرحله شده مرحله جدیدی شده. ببین این مرحله با این مرحله فرق میکنه. چرا؟ این که با این مرحله اول شتاب 4ه، در مرحله دوم شتاب منفی 2ه، پس نوع حرکت عوض شده. گفتیم سطح زیر نمودار شتاب زمان به ما تغییرات سرعت رو میده. یه روش معمول اینه که ما سطح حساب میکنیم دلتای وی. اینجا رو میگم دلتای وی 1. خب دلتای وی 1 که تغییرات سرعت شد با مساحت زیر نمودار شتاب زمان چقدر میشه؟ مساحتش 4 ضرب در 5 میشه 20. دلتای وی یعنی وی منهای چی؟ وی صفر. درسته؟ وی منهای وی صفر. تغییرات سرعت یعنی وی منهای وی صفر. خب وی رو میخوام دیگه، وی در 5 ثانیه رو میخوام. وی صفر هم که داده 10 میاد 20. وی رو میخوام، منهای سرعت هم داده 10. اون وقت سرعت میشه چی؟ 30 متر بر ثانیه در تی مساوی 5. یعنی سرعت در تی مساوی 5 شد چی؟ 30 متر بر ثانیه. خب یه روشی بهت بگم. ببین این روش معموله و ممکنه اشتباه کنی در سر جلسات، در سر کنکور، در سر آزمون‌های آزمایشی، در اون تایم ممکنه اشتباه کنی. ولی من یه روشی بهت پیشنهاد میدم، اونم اینه که بگو فلش اولیه به علاوه مساحت میده فلش نهایی. فلش اولیه به علاوه مساحت میده فلش نهایی رو به ما میده. یعنی چی؟ ببینید فلش اولیه 10، مساحت شده 20، 10 با 20 جمع بشه میشه 30، سرعت در انتهای این مرحله برای این مرحله میشه سرعت اولیه. پس یه نکته هم
اینجا به خاطر داشته باش که سرعت در انتهای یک مرحله برای مرحله بعدی به عنوان سرعت چیه؟ اولی است. اینجا میشه 30 متر بر ثانیه. خب اینجا مساحت چقدره؟ از 5 تا 8 میشه 3 ضرب در منفی 2. 3 ضرب در منفی 2 مساحتمون چقدر میشه؟ منفی 6. با این جمع کنی میشه این سی با منفی 6 جمع بشه، اون وقت سرعت میشه چی؟ 24 متر بر ثانیه. یک روش بسیار بسیار عالی در حل نمودارهای مربوط به شتاب زمان. پس فلش اولیه به علاوه مساحت هرچی باشه جمع کن بشه این انتهای این ابتدایی مرحله است. ابتدا رو با مساحت جمع کردم شد فلش نهایی که مطلب بسیار بسیار مهمیه. امیدوارم این بحث هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.